خب من کرج تهران، تهران مرسی. گنبد کاووس، ارومیه، تهران، از اردبیل. سلام از اردبیل هست فاطمه عزیز، مژگان عزیز سلام، از کالیفرنیا، از تهران مریم عزیز، از اصفهان حمید عزیز از فرانسه، الی، بله از الی، مژگان عزیز از الی، لس آنجلس. امشب من تا بقیه دوستان به ما ملحق میشن، من موضوع رو، بله دوست عزیزمون، حالا اسمش رو نمیتونم بخونم، از فرانسه ویشی، از اردبیل وحید، جلسه 11 کلاس تقویت درک شنیداری، من موضوع رو پین میکنم تا اگر دوستانی احیانا برای اولین بار به ما ملحق میشن بدونن که قضیه از چه قراره. دوست عزیزمون آقای موسوی از نیس فرانسه، سلام میکنم به همه، سلام میکنم به همه دوستان. خب ما جلسه 11 کلاس لایو تقویت درک شنیداریمون هست، جلسه 11 بر اساس متد کمپانسیون اورال جلد 1. سلام به سهیلای عزیز از اصفهان، از اساتید خوب زبان فرانسه که کمک میکنن برای، در واقع یه جورایی همکاری میکنن، همکار ما هستن توی برگزاری لایف، جملات رو زحمت میکشن و میفرستن. مرسی سهیلا، پیشا پیش بازم از تشکر میکنم. شراره عزیز، خب ما امشب بچه ها جلسه 11 هست، جلسه 11 کلاس تقویت درک شنیداری زبان فرانسه بر اساس متد کمپانسیون اورال. ببخشید من هی تکرار میکنم، میخوام یه 2-3 دقیقه بگذره که دوستان به ما ملحق شن که احیانا از وسط مطلب نرسن به ما، چون مطالب این جلسه بچه ها، من همونطور که یه استوری کوتاه هم گذاشتم امروز، مطالب این جلسه مطالب خیلی مهمیه، خیلی مطالب مهمیه. سلام مرجان عزیز، شبت بخیر. خیلی جلسه مهمیه، 3-4 تا مطلب مهم و جوندار گرامریه، به خصوص برای بچه‌هایی که تا حالا در واقع با این مطالب برخورد نداشتن. 3-4 تا مطلب مهم گرامری، همونطور که توی استوری گفتم، از جمله تفاوت بین دوتا کلمه بوم و بیان که معنای خوب میده در زبان فرانسه، به جز تفاوت قید و صفتیشون یه سری نکات خیلی مهمی ما داریم در این مورد. مبین عزیز، اولین بار مبین میگه که سلام گیتی، شبت بخیر. سلام ملانی، جسپر که تو بیان. کل اوقتی لبا ملانی؟ دوستی که اشاره کرده بود که در واقع تازه زبان فرانسه رو شروع کرده، خب من توصیه میکنم که توی کلاس ها حضور داشته باشه، ولی در این حال حتما شما باید از ابتدا، چون تمام این جلسات در واقع عرضم به خدمتتون که سیف شده و موجوده توی کانال یوتیوب و توی کانال تلگرام، من توصیه میکنم که حتما از ابتدا اون مطالب رو گوش بدید، ولی در این حال به هر حال حضور شما توی لایف با
باعث میشه که همین که کلمات مطالب به گوشتون بخوره و یک زمینه رو به شما بده خیلی به شما کمک میکنه. در هر صورت کتاب شما جلد یک کتاب در واقع مربوط میشه بچه هایی که سطح A1 و A2 دارن از کرمانشاه. اونو 40 ساعت 1:40 دقیقه آرژانتین. مرسی ملانی. الو بونجور. و به هر حال توصیه میکنم که در واقع حاضر باشید توی جلسات، اما خب در این حال سعی کنید که مطالب جلسات گذشته رو 10 جلسه قبل رو حتما یکی پیش ببرید و حتما کار بکنید تا خیلی کمک کنید. بچه‌ها من خیلی سریع به خاطر اینکه باز 2-3 دقیقه دیگه وقت بره و من بقیه بچه‌هاشون دارن ملحق میشن خیلی سریع میگم. بچه‌ها این کتاب گنج، این کتاب گنج. سلام آرمین عزیز، آرمین عزیز از بچه‌های عالی از سوپر حرفه‌ای‌های اینستاگرام که اگه کمک‌های آرمین نبود شاید من از نظر فنی پیج رو نمیتونستم خیلی جا هندل بکنم. عدی نقطه 417 توصیه میکنم که فوق‌العاده حرفه‌ای تو حوزه اینستاگرام، فوق‌العاده حرفه‌ای، من همیشه ازشون کمک میگیرم. خیلی وقتا من لایو رو نتونستم سیو بکنم، آرمین زحمت میکشید و نمیدونم چه جوری هیچ وقتم کلکشو به من نگفت و این کار رو انجام میداد. مرسی آرمین جان. این کتاب گنج، گنج. اگه به من بگن که جدا از بحث متد و اینا، 3 تا کتاب تو زبان فرانسه تو این 15-20 سالی که فرانسه داری کار میکنی، 3 تا کتاب به من معرفی بکن که لذت میبری از تدریسش یا اون زمانی که شروع کردی به خوندنش خیلی تأثیر داشت، قطعا این کمپانسیون اقل یکی از اون 3 تا خواهد. این کتاب گنجه. فقط این نیست که تقویت شنیداری برای شما داشته باشه، فقط این نیست. این کتاب شاید خیلی از جاها گرامرها رو خیلی قشنگتر، ساده‌تر و روان‌تر از حتی کتاب‌های متد به شما یاد میده. کتاب کتاب متد نیست، کتاب متممه، کنار کاره. ولی بعضی وقتا واقعاً فوق‌العاده زیبا به شما نکات گرامری رو بعد کاربردی، گرامر رو در راستای کاربرد و در راستای دیالوگ و در راستای تقویت کمپانسیون عقل و تقویت درک شنیداری به شما یاد میده. دوتای دیگه حالا بذاریم فعلا راجع به این قضیه صحبت بکنیم. عرضم به خدمتتون که اینه که این کتاب گنجه. حالا نه فقط این ورژن قدیمی ترش، ورژن جدیدش هم هست که عکس جلدش فرق میکنه ولی تفاوت زیادی با هم ندارن. شاید یه سری جاها صفحاتش با هم فرق بکنه یا یه سری دیالوگای کوچولو با هم فرق داشته باشه، ولی خب در صورت خود کتاب کمپانسیون عقل تا پایان جلد 4ش رو دوستان اگر بتونن همراه باشن، من سعی میکنم که از الان نمیخوام بگم تا پایان جلد 4، ولی به شما قول میدم که تا بتونم حتی بعد از این من جلد 2ش که مال در واقع سطح B1 هست رو هم در واقع شروع بکنم با دوستان. اینه که میریم با هم این راه رو تا آخر انشالله اگه مصمم باشید این راه رو تا آخر خواهیم رفت. 3-4 تا نکته گرامری مهم داره، از جمله تفاوت بوم و بیان. دیگه من بحث رو شروع میکنم. صفحه ما داریم درس 1 یونیت 4، درس 1 یونیت 4 رو در واقع با هم دیگه کار میکنیم. صفحه 66 سه قسمت داره، درس 1 یونیت 4 قسمت اول صفحه 66، 67 قسمت دوم صفحه 68 69 و قسمت سوم 70-71. ما تا پایین صفحه 71 امروز شما قرار بود توی هفته کار بکنید و من امروز به شما درس بدم و رفعش کار بکنم. خب توی در واقع اوتی یا توی ابزارهای صفحه 67 که در واقع قسمت اول درسمون هست، اوتی ها یا ابزارهای صفحه 67 2 تا نکته گرامری بسیار مهم رو به ما میخواد یاد بده. نکته اول نگاه بکنید بچه ها، اولیش داره راجع به لزختیکل پارتیتیف آن فرانسه یا اون آرتیکل های پارتیتیف در واقع صحبت میکنه با ما. آرمین جان فقط لطف کن حواست باشه، باز اگه من نتونستم لایو رو سیو بکنم مثل جلسه پیش، خلاصه هوای ما رو داشته باش، چون واقعا اینستاگرام داره اذیت میکنه، 2-3-4 هفته است داره اذیت میکنه. فقط اینو ازت خواهش میکنم که باز ما به مشکل نخوریم، اگر نتونستم لایو رو سیو بکنم خلاصه به داد ما برس.
اوکی. عرضم به خدمتتون که راجع به آرتیکل های پارتیتیف داره صحبت میکنه. من اصلا بیام بگم اصلا چی آرتیکل های پارتیتیف. آرتیکل های پارتیتیف بچه‌ها یا لزختیک پارتیتیف ان فرانسه، اینها در واقع pour exprimer la quantité en français، برای در واقع بیان یا توضیح دادن کمیت ها در زبان فرانسه استفاده میشه. خب چه کمیت هایی؟ دقت بکنید این آرتیکل های پارتیتیفی که صفحه 67 در واقع وجود داره، دو، دو لا، ده، دو الاپوستروف، اینها برای اسامی در واقع نامشخص یا نامعین استفاده میشن. بنویسید اگر یادداشت میکنید. آرتیکل های پارتیتیف، لزختیک پارتیتیف آن فرانسه، اینها برای بیان کمیت های نامعین یا نامشخص استفاده میشن. اند ترمینه. اوکی؟ خب منتها دقت بکنید بچه ها، حالا چرا میگیم نامعین؟ به خاطر اینکه خب ما داریم میگیم که یه مقداری مثلا از این، یه مقداری آرد، یه مقداری مثلا نان، یه تعدادی کتاب، یه چندتایی صندلی. ببینید مشخص نیست، دترمینه نیست، یا داریم میگیم یه تعدادی یا یه چندتایی یا یه مقداری، اینه که مشخص نیست، دترمینه است. خب حالا فرقشون چیه؟ اینا رو بچه ها ما دو دسته میکنیم. آرتیکل های دو، دو لا و دو الاپوستروف برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده میشن و آخرشون اون اسامی اس جمع نمیگیرن، اما د برای اسامی قابل شمارش استفاده میشن و آخرش حتما اس جمع میگیرن. خوب دقت بکنید. خب اصلا فرق اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش چیه؟ یعنی یه موزل. اتفاقا ویدیوی بعدی من که ادیتش هم تقریبا امروز تموم شد و شاید دو روز آینده من بذارمش روی سایت، منتها طولانیه، فکر میکنم باید دو قسمتش بکنم، بحث مفصله، دقیقا راجع به همین قضیه است، آرتیکل های پارتیتیف توضیح دادم. گوش بکنید، خوب دقت بکنید که قشنگ جا بیفته براتون. اسامی ما در واقع یا قابل شمارش یا غیر قابل شمارش. اصلا اسامی غیر قابل شمارش یعنی چی؟ خودش معلومه، یعنی نمیتونیم بشماریم 1 2 3 4 5 6 7. یا یه تعریف دیگه هم میتونیم برای اسامی غیر قابل شمارش بیاریم و اونی که اون اسامی هستن که واحد خاصی برای شمارششون وجود داره، یه یونیته خاصی برای شمارششون وجود داره. خب مثال میذارم، مثلا قهوه نمیتونیم بشماریم. درسته میگیم میریم کافی شاپ میگیم یه قهوه برام بیار، ولی عملا ما توی ذهنمون یه پرانتزی وجود داره که تو اون پرانتزه نوشته یک فنجان قهوه، اون فنجان حذف شده ولی عملا هست. یه قهوه معنی نداره، فنجان قهوه معنی داره، پس قهوه قابل شمارش نیست. اوکی؟ یا مثلا پارچه قابل شمارش نیست چون پارچه واحد داره، متر. اوکی؟ پس اندترمینه است، پس در واقع نون کونتابل، غیر قابل شمارش. پارچه واحد داره، نمیتونیم بگیم من یه دونه پارچه میخوام، میرید میگید من 1 متر 2 متر 3 متر پارچه میخوام، چون واحد داره. اینا اسامی غیر قابل شمارش، قهوه، شکر، آرد، نان، آب، پارچه، چه میدونم هرچی، اینا همه در واقع اسامی غیر قابل شمارش. برای اسامی غیر قابل شمارش ما 3 تا آرتیکل پارتیتیف استفاده میکنیم، یا دو، یا دوله، یا دو الاپوستروف. دو برای اسامی مذکر، پس دو برای اسامی مذکر غیر قابل شمارش استفاده میشه. دوله برای مؤنث ها، اسامی مؤنث غیر قابل شمارش، و دو الاپوستروف برای اسامی که با اسم، با حرف صدادار یا با یک وایل شروع میشه. مثال بزن. مثلا وقتی میخوام بگم مقدار قهوه، میگم دو کافه. دو کافه. مرسی سهیلا عزیز تایپ میکنه. دو کافه، مقداری قهوه. یا میخوام بگم مقداری مثلا مربا، دو لا کنفیتور. کنفیتور مؤنثه، پس دو لا کنفیتور، مقداری مربا. یا برای آب، مقداری آب، او میشه آب، با حرف صدادار شروع میشه، پس دو الاپوستروف، دو لو، مقداری آب. پس دقت بکنید، دو، دو لا و دو الاپوستروف برای اسامی غیر قابل شمارش، و به هیچ وجه، به هیچ وجه آخر این اسامی اس جمع نمیاریم، برای اسامی غیر قابل شمارش اس جمع نمیاریم. اسامی قابل شمارش، قابل شمارش هم دیگه، کتاب، صندلی، کرواسان، کیک. اوکی؟ چه مؤنث چه مذکر، هر شکلی میخوان داشته باشن، آرتیکل د استفاده میکنیم. د
در واقع در اینجا وقتی که آرتیکل پارتیتیف باشه به معنای تعدادیه. دلیوا چند تا کتاب، دلیوا ج اشته دلیوا، یه چند تا کتاب خریدم. اوکی، پس برای اسامیه یا د کواسان، کسکو تو مانش، کسکو تو پران و پوتی دجونه، واسه صبحانه چی میخوری؟ جو مانج د کواسان، یه تعدادی کواسان کنم، حالا دو تا سه تا، میبینید مقدارش مشخص نیست. پس د برای اسامیه قابل شمارش و آخرش هم اس جمع میگیره. دلیو رو ببینید سهیلا تایپ کرده، دلیو تعدادی کتاب آخرش اس جمع داره. اوکی، پس این در واقع بحث تفاوتی که اینها با هم دیگه دارن و خیلی بهش دقت بکنید. حالا بچه ها یه نکته، یه جاهای شبهه پیش میاد، میگه مثلا چرا میگه دولم موزیک، چرا میگه مثلا دو پیانو. بچه ها آرتیکل های پارتیتیف یکی دیگه از کاربرداش برای اسامی که شمردنی نیست، از جمله ورزش ها و از جمله در واقع ابزار آلات موسیقی هم استفاده میشه. برای میوه دفخوی، دفخوی میوه هم قابل شمارش اینجا حساب میشه، دفخوی. اوکی، برای میوه هم قابل شمارش استفاده میشه. یکی از بچه‌ها سوال کرده بود که چرا مثلا برای برنج میگیم دوغی، غی در واقع غیر قابل شمارش دیگه، برنج رو یا کیلویی یا بسته‌ایه، پس میگیم دوغی مذکره دوغی، ولی برای عدس چرا میگیم دلانتی، یعنی ده میاری، یعنی مثل قابل شمارش باش برخورد میکنیم، چرا اینجوریه؟ یکی از دوستان بود خیلی هم سمت شده بود، پرسیده بود که اصلا ایده ساخت این ویدیو رو همین دوستمون به من داد، گیر داده بود به این سوال، چرا میگیم دوغی ولی میگیم دلانتی؟ خب هر دوشون که یه جورن، اگر برنج غیر قابل شمارشه خب عدس هم غیر قابل شمارشه، پس باید عدس هم مثلا با در واقع دوله بیاری. و اگر برعکس عدس قابل شمارشه خب پس برنج هم قابل شمارشه، چرا با هم دیگه فرق دارن؟ جوابی که برای این قضیه داریم اینه که این سوال بچه شما از 10 تا فرانسوی بپرسید فکر کنم هر 10 تاشون نتونن جواب بدن، میگن نمیدونیم، ما از اول اینجوری به کار میبریم. چرا ما ها میتونیم جواب؟ معنیش نیست که من بیشتر از اونا میدونم، نه، من چون فرانسه رو یاد گرفتم، آکادمیک یاد گرفتم، فرانسوی به دنیا نیومد، رفتم پرسیدم، خب یاد گرفتم دیگه. به خاطر اینکه بچه ها ما برای غی از یک کلمه استفاده میکنیم به اسم گرام، لو گرام به معنای دانه، ان گران دوغی، دو گران دوغی، تری گران دوغی، الی آخر. ما برای غی در واقع از گران استفاده میکنیم، ولی این گران معمولا برای لانتی استفاده نمیشه. چراش رو من نمیدونم، شاید لانتی به خاطر شکلش، این مقداری صاف بودنش، حالا گران معمولا براش استفاده نمیشه، به خاطر همین انگار که ما داریم با در واقع برنج یه جورایی یک واحد براش میاریم، واحد شمارش براش میاریم و باش به شکل یک اسم غیر قابل شمارش برخورد میکنیم. همین قضیه در مورد سوک هم وجود داره، ما سوک هم غیر قابل شمارشه، دو سوک. پواور هم همینطور، پواور هم به معنی فلفل همینطوریه، به همین ترتیب غیر قابل شمارش حسابش میکنیم. برای لانتی عدس رو ما قابل شمارش استفاده میکنیم. شما فقط تو ذهنتون داشته باشید، خیلی درگیر نباشید، تو ذهنتون داشته باشید که اسامی که قابل شمارشن با د غیر قابل شمارش ها با دو، دوله و دوله اپوستروف بیان. حالا چرا؟ شاید یه ماجرای تاریخی داره که چرا عدس رو در واقع قابل شمارش حساب میکنه. اوکی، این از این قضیه که در واقع در جریانش باشید. بله، فخوی دف خوی و اس جمع میگیره، یعنی مقداری میوه. عرض کنم خدمتتون که دو پان برای نون، دو پان مقداری نان استفاده میشه. این از این قضیه. حالا داشتم اینو میگفتم، برای آلات موسیقی معمولا در واقع از آرتیکل های پارتیتیف استفاده میشه، مثلا جوجو دو لگیتار. اوکی، یعنی من گیتار میزنم، دو لگیتار. جوجو دو پیانو، من پیانو میزنم، پیانو مذکر دو استفاده میکنیم. اینجا آرتیکل های پارتیتیف دیگه پارتیتیف معنی مقدار تعدادی نمیده، ولی برای آلات موسیقی استفاده میشه. عرضم به خدمتتون که یا مثلا برای ورزش ها، جوفه دو تنیس، جوفه دو تنیس، من تنیس بازی میکنم. پس میبینی که آرتیکل های پارتیتیف برای آلات موسیقی و برای ورزش ها استفاده میشه. البته برای یه سری از اسامی هم باز استفاده میشه، مثلا برای ارژان هم خب باز همینه، مثلا ووزاوه دو لارژان
pour faire les courses. واسه خرید پول دارید. Vous avez de l'argent. De et l'apostrophe استفاده میشه. آرتیکل پارتیتیو استفاده میشه. آها باز برای میگم برای اسامی غیر قابل شمارش من اینجا باز یه مثال زدم خوب شد دیدم شادم نره. مثلا nous avons de la patience یعنی ما صبر داریم. De la patience. یا برای شانس هم همینطور de la chance میگیم. اینا هر دو مؤنثن دو لا استفاده میکنیم. میبینید برای اسامی که نمیشه کمتشون کرد نمیشه شمردشون میبینید برای همه این اسامی ما از دو لا استفاده یا دو لا موزیک جمه دو لا موزیک من موزیک میذارم آهنگ میذارم جمه دو لا موزیک دو لا میبینید پس این میشه بحث آرتیکل های پارتیتیو یه نکته خیلی مهمی که اینجا اشاره شده در مورد آرتیکل های پارتیتیو اینه که وقتی که جملهمون بچه‌ها دقت کنید وقتی که جمله منفی میشه تمام آرتیکل های پارتیتیو ما دو دولا دولا اپوستروف د تبدیل میشن به دو فراموش نکنید مثالی که اینجا زده برای ما ببینید مثلا میگیم je veux du pain من یکم نون میخوام منفیش کرده یا با il حالا اینجا منفیش کرده il ne veut pas du pain il veut du pain il ne veut pas du pain دو تبدیل میشه به دو یا مثال دیگه مثلا je mange de la confiture من یه مقداری مربا میخورم je ne mange pas de confiture من مربا نمیخورم یا مثلا با fruit le matin je mange des fruits صبح میوه میخورم le matin je ne mange pas de fruits صبح میوه نمیخورم پس میبینید تمام آرتیکل های پارتیتیو به دو تبدیل میشه وقتی که جملمون منفی بشه و یه نکته دیگه هم خیلی مهمه بچه ها وقتی که از افعالی مثل افعالی که برای در واقع برای بیان سلیقتون استفاده میکنید یک ایده کلی میخواید استفاده کنید چهار تا فعل اصلیه امه دوست داشتن دتسته متنفر بودن پرفره ترجیح دادن ادوقه عاشق چیزی بودن برای این افعال بچه ها دقت بکنید حتما آرتیکل استفاده میشه اختیک دفینی حرف تعریف های معین لوله استفاده میشه مثلا میخواییم بگیم که مثلا من قهوه دوست دارم میگیم جم لو کافه نمیگیم جم دو کافه چون فعل امه استفاده کردیم پس فعل های امه دتسته پرفره ادوغه اگر آوردید حرف تعریف معین استفاده میشه آرتیکل های پارتیتیو دیگه استفاده نمیشه جم لو کافه مر تست لوته من قهوه دوست دارم ولی از چای متنفر میبینید دتسته امه حرف تعریف های معین استفاده میشه فراموش منفی و مثبتش هم فرقی نمیکنه جو نم پا لو کافه من قهوه دوست ندارم جو پرفر لوته من چای رو ترجیح میدم پس دقت بکنید این چهار تا فعل سهیلا نوشت مرسی امه دتسته ادوره پرفره یادتون باشه مثبت و منفیش ما در واقع لزختیک دفین لزختیکل در واقع دفینی آرتیکل های حرف تعریف های معین استفاده میکنی لو لا فراموش نکنید پس سه تا نکته مهم من در مورد آرتیکل های پارتیتیو به شما گفتم بحث کمیت فراموشش نکنید لطفا خب نکته بعدی بچه ها گرامر بعدی که خیلی هم گرامر مهمیه و انقدرم زبان آموزا باش درگیرن که حد و حساب نداره تفاوت بوم و بیان فرق بین بوم و بیان چیه؟ اوکی؟ تفاوت سلام الهی عزیز تفاوت بین بوم و بیان در واقع بچه ها تفاوت اصلیش رو فکر میکنم اکثرا میدونید بوم در واقع صفت اسم رو توصیف میکنه بنابراین فرم مؤنث و مذکرش فرق میکنه بوم B-O-N برای مذکر بون B-O دوزن ا برای مؤنث به معنای خوب اسم توصیف میکنه ستون بونیده ایده خوبیه میبینید ایده رو داره توصیف میکنه اوکی پس بون اسم صفته و اسم توصیف میکنه بیان قیده و فعل رو توصیف میکنه il parle bien le français اوکی il parle bien français فرانسه خوب حرف میزنه خب این بیان il parle bien خوب حرف میزنه این بیان داره پغله رو توصیف میکنه حرف زدن رو توصیف میکنه فعل رو توصیف میکنه پس قیده و یادتون باشه قیدها در فرانسه انوقی ابلن قید تغییر نمیکنه تطابق از نظر جنسیت و جمع مفرد بودن با
در واقع اون عبارتی که توصیف میکنه نداره، اصلا معنی نداره برای غیب. بیان فقط یه فرموله، بیان. اوکی، خب این تفاوت اصلیشون. حالا منتها بحث بحث اونجاییه که مثلا در عبارت هایی مثل سه بون سه بیان ایله بون ایله بیان، بحث اینجاست که باید بگیم سه بون یا سه بیان، لو شوکولا سه بون یا لو شوکولا سه بیان، کدومش؟ انترنت سه بون یا انترنت سه بیان، اینترنت خوبه شکلات خوبه، کدومش؟ نکته اینه، نکته ای که وجود داره، یعنی مشکلی اشکال قضیه سختی قضیه تو اینجاست. من اینجا براتون یه نکته رو میگم در این مورد، محال دیگه اشتباه بکنید، محال دیگه اشتباه بکنید. بچه ها یادداشت کنید اگه میخواید چیز کنید تفاوت، بله میوم و میاق رو هم من بعدا میگم، حالا اینجا نمیرسیم راجبش صحبت بکنیم. یادداشت کنید بچه ها، چهار جا از بن استفاده میشه، غیر از این چهار حالت هر چی بود بیانه. چهار جا بن استفاده میشه. این چهار جا کجاست؟ یک، شماره یک، وقتی که راجب طعم دارید صحبت بکنید از بن استفاده میشه. لو گو طعم، لو شکلا سه بون، نمیگیم سه بیان چون داریم راجب طعم صحبت میکنیم. جدور لو شکلا، c'est tellement bon، عاشق شکلاتم، خیلی خوبه. c'est tellement bon، بیان نمیگیم، c'est bien نمیگیم، چرا؟ چون داریم واجب طعم صحبت. حالت دوم، طعم گفتیم، حالا بو، l'odeur. وقتی راجب بو صحبت میکنیم، فعلی که برای بو استفاده میشه بویدن یا بودادن، بوی خوبی میده، این نمیدونم عطر بوی خوبی میده، بودادن فعل سانتیر هست. مثلا میخوام بگیم بوش خوبه، میگیم ساسون بون، نمیگیم ساسون بیان. شاید اینجا در ظاهر، حتی اینجا در ظاهر به نظر بیاد که ما داریم فعل سانتیر رو توصیف میکنیم، باید قید بیاریم در مورد بو بون استفاده میشه. ساسون بون، بوی خوبی میده، ساسون بون. یا سو گاتو سان تری بون، این کیک خیلی بوی خوبی میده، سو گاتو سان تری بون، تری بیان نداریم، تری بون. پس دومی شد چی؟ سومی، وقتی داریم راجع به یک حالت فیزیکی صحبت میکنیم، یه حس فیزیکی بدنی داریم صحبت میکنیم، از بون استفاده میشه. مثلا میگیم که فر لا سیست سور لو کاناپه سه تری بون، سه وریمون بون، چرت زدن رو کاناپه خیلی خوبه. نمیدونم تجربهش کردین یا نه، ولی چرت زدن رو کاناپه واقعا خوبه، واقعا خوبه، مخصوصا اگه جلو تلویزیون باشه، مخصوصا اگه جلو تلویزیون باشه، مخصوصا اینکه خوابتون هم ببره. اوکی، فر لا سیست سور لو کاناپه سه تری بون، تری بون. چرا تری بون؟ به خاطر اینکه داریم راجع به یک حس فیزیکی صحبت میکنیم، حس خوبی میده چرت زدن جلوی در واقع کاناپه، روی کاناپه. یا مثلا فر دو سپور سه تری بون پور لا سانته، ورزش کردن خیلی خوبه واسه سلامتی. فر دو سپور سه تری بون پور لا سانته، واسه سلامتی خوبه. بون، چرا میگیم بون؟ به خاطر که داریم راجبه یک سانساسیون فیزیک صحبت میکنیم، یه حس بدنی داریم صحبت میکنیم، ورزش کردن برای بدن خوبه، از بون استفاده میکنیم. و حالت چهارم، حالت چهارم که بون استفاده میشه، وقتیه که در واقع ما داریم راجبه سطح توانمندی های یه نفر حرف میزنیم، لو نیوو، سطح توانمندی های یه نفر صحبت میکنیم، حالا راجبه هر چی که میخواد باشه. مثلا سو جور دو فوت ای تری بون، این بازیکن فوتبال خیلی خوبه، ایل تری بون، نمیگیم ایل تری بیان، ایل تری بون. سو جور دو فوت ای تری بون، این بازیکن فوتبال خیلی خوبه. چون داریم راجع به توانمندی صحبت میکنیم حتما باید بون استفاده بشه. اینجا بون یه جورای معنی ایل تری فور، خیلی قویه، در منظوری که خیلی قویه، درسته؟ اوکی؟ یا ال بون ان فرانسه، تو فرانسه خوبه، ال بون ان فرانسه، تو فرانسه خوبه. داریم راجع به سطح تواناییش در فرانسه صحبت میکنیم، در زبان فرانسه صحبت میکنیم، پس باید بون استفاده کنیم. شد چهار حالت. حالت اول مزه، حالت دوم بو،
حالت سوم حالت حس فیزیکی و بدنی، و حالت چهارم وقتی که داریم راجع به سطح توانمندی های یه نفر صحبت میکنیم، اینا همه بوم میاد. بچه ها هر چی غیر از این چهار حالت بود همه بیان و سلام. انترنت سه بیان، اینترنت خیلی خوبه، سه تخیه بیان، اینترنت خیلی خوبه، سه بون نداریم، لو شکولا سه بون و انترنت سه بیان. چرا اونجوری چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه طبقی نکته که بهتون گفت. اوکی؟ یا مثلا je n'ai rien vu de bien dans son magasin. من هیچ چیز خوبی توی این مغازه ندیدم، هیچ چیز خوبی توی این مغازه ندیدم. je n'ai rien vu de bien dans le magasin ou dans son magasin. چیز خوبی تو je n'ai rien vu de bien. هیچ کدوم از اون چهار حالت بالا نیست، ما بیان استفاده می‌کنیم. یا یه مثال دیگه، مثلا c'est bien d'apprendre le français. فرانسه یاد گرفتن خوبه. c'est bien d'apprendre le français. هیچ کدوم از اون چهار حالت نیست، پس ما بیان استفاده می‌کنیم. یا مثال دیگه، مثلا می‌خوایم بگیم که اینجوری با پدر مادرت صحبت بکنی خوب نیست، باید بون بگیم یا بیان؟ باید بیان بگیم. ce n'est pas bien de parler comme ça à tes parents. ce n'est pas bien اینجا باید بیان استفاده کنیم. دو parler comme ça à tes parents. خوب نیست اینجوری با پدر مادرت صحبت میکنیم، بیان. یا مثلا بچه ها میگیم که یکی از شما میپرسه که tu connais Paul پولو میشناسی؟ میگی oui c'est un garçon très bien. پسر خیلی خوبیه. c'est un garçon très bien. نه راجب بوه، نه طعمه، نه توانمندیش داریم صحبت میکنیم پول رو، نه راجب در واقع عرضم به خدمتتون که حس فیزیکی، حالت فیزیکی و بدنی. وی c'est un garçon très bien. پسر خیلی خوبیه. اوکی؟ هرچند اینجا میتونیم بگیم که c'est un très bon garçon، صفتش کنیم ببریم اون بر. اینم درسته توی این مورد. ولی دقت بکنیم اینجا بیان میتونیم استفاده کنیم. بیشتر هم این مدلی میگن. c'est un garçon très bien. مثلا میخوایم بگیم من این فیلمو دیدم خوبه. هیچ کدوم از اون چهار حالت نیست، پس بیان استفاده کنیم. j'ai vu ce film. c'est bien. j'ai vu ce film. c'est bien. مطمئنم اگر دقت بکنید به این موردی که بهتون گفتم، دیگه هیچ وقت بمب بیان رو اشتباه نمی‌کنید. خب. عرضم به خدمتتون که دیگه چی داره اینجا بچه‌ها؟ اوه 9:35 شد. من چقدر حرف زدم؟ چرا قرار وقتمون کمه؟ بچه ها بذارید حالا دیگه لغوپا فکر میکنم در واقع غذاهایی که اینجا آورده چیز خاصی توش نباشه بچه ها، همش وکبولیقه که احتمالا رفتید و دیدید توی در واقع دیکشنری. من دیگه وقت رو اینا نمیذارم. و دقت بکنید این لغوپا غذاهایی که آورده همشونو با آرتیکل های پارتیتیف آورده، همه رو با آرتیکل های پارتیتیفش حفظ بکنید. دقت بکنید مثل مثلا دو کافه، دو شکلا، دفخوی، اتسترا اتسترا اتسترا. اوکی؟ من دیگه اینا رو راجع به صحبت نمی کنم چون وقتمون میره. گرامر مهمتری داریم راجع به این قضیه و اون ضمیر عام هست. صفحه 69 ضمیر عام. من اول سری نکات مهم گرامری رو میگم، آخر سر میرم سراغ خود دیالوگ ها که نکاتش رو گفته باشم. بچه‌ها صفحه 69 اوتیش راجع به عام، ضمیر عام هست. یکی از کاربردهای ضمیر عام برمیگرده به همین زمانی که ما آرتیکل پارتیتیف استفاده میکنیم. اوکی؟ ضمیر دیگه. در واقع داریم میگیم ضمیر عام. جایگزین چی میشه ضمیر عام؟ یکی از کاربرداش جایگزین اسمی میشه که با آرتیکل های پارتیتیف اومده. جایگزین اسمی میشه که با آرتیکل های پارتیتیف اومده. مثالشو ببینید بچه‌ها، مثال ساده و خوبی زده خود کتاب، صفحه 69 بالا تو اون جدوله. میگه tu veux de l'eau، یعنی یه مقداری آب میخوای؟ میخوایم جواب بدیم بله ازش میخوام. میبینید ازش، دیگه نمیگید بله یه مقداری آب میخوام، تکرار نمیکنید. میخوایم جای اون یه مقداری آب ضمیر جایگزین بکنید. چی جایگزین میکنید؟ ضمیر آن. ضمیر آن جایگزین اسامی میشه که با آرتیکل های پارتیتیف اومده. میگیم وی ژان و، و یادتون باشه که آن قبل از فعل میاد. یا مثال بعدی، یا منفیش هم همینه، فرقی نمیکنه. نو ژان و، ازش نمیخوام. یا ال بوا دو کافه، یعنی قهوه می نوشه، قهوه می خوره. میگی وی ال ان بوا، بله ازش می خوره. یا مثلا میگیم وی ال ان بوا ان پو، یکم ازش می خوره. اینطوری هم میتونید بگید ال ان بوا. یا نو ال ان بوا با، نه ازش نمی خوره. یا مثال بعدی
Vous voulez de la viande? یه مقدار گوشت میخواید؟ میگی oui, j'en veux. یا oui, j'en veux un peu. آره، یک همیشو میخوام. این آن جایگزین de la viande شده. منفیش هم به هم ترتیب. یا برای اسامی قابل شمارش خویی. Vous mangez de fruits? میوه میخورید؟ میگید oui. Oui. Nous en mangeons. Oui, nous en mangeons. Le matin, nous en mangeons. صبح ازش میخوریم. Nous en mangeons. یا nous n'en mangeons pas. منفیش ازش نمیخوریم. Il y a des enfants. چند تا بچه هست؟ Oui, il y en a. Oui, ازش هست. حالا شاید تو فارسی نتونید معنی بکنید. بیمزه بشه. تو فارسی نمیگیم بله ازش هست. ولی تو فرانسه حتما باید بگی oui, il y en a. غلطه بگی oui, il y a. غلطه بگیم. ببخشید اینجا میگه ایلا. ایلا دز انفان. ایلا دز انفان. در واقع بچه داره. وی ایلا نه. بله داره ازش. تو فارسی نمیگیم بله ازش داره. تو فارسی میگیم آره داره. ولی تو فرانسه نمیتونیم بگیم وی ایلا. اگه بگی ایلا غلطه. حتما باید ضمیر بیاری. پس اگه از شما پرسیدن ایلا دز انفان میگی وی ایلا نه. بله ازش داره. فراموش نکنید فارسی اینجا نباید فارسی سازی بکنید. وی ایلا غلطه. یا مثلا ایلیا دووان یعنی باد میاد میگیم وی ایلیا نه آره میاد بخواییم ترجمه بکنیم باید میگیم وی آره میاد اوکی پس دقت بکنید حتما حتما وقتی که میخواید به اون اسمتون اشاره نکنید به همراه آرتیکل پارتیتیف حتما باید آن بیارید آن جایگزین میشه نکته بسیار 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 مهمی خب نکته سوم گرامری صفحه 71 بهتون گفتم این درس چقدر نکات مهم گرامری داره ممکنه یه سری از دوستانی که توی لایو ها شرکت میکنن و یک هستن هنوز به گذشته نرسیده باشن زمان گذشته یا پس کمپوزه در زبان فرانسه میدونید که ما در زبان فرانسه در محاوره گذشته ساده استفاده نمی کنیم گذشته ساده اصولا یا در ادبیات یا در متون ادبی یا اشعار استفاده میشه ما برای اینکه گذشته در زبان فرانسه استفاده کنیم ماضی نقلی استفاده میکنیم که تو فارسی مثلا میگیم خورده ام، دیده ام، رفته ام، شنیده ای ماضی نقلی استفاده میکنیم هم جای گذشته و هم جای خود در واقع هم جای گذشته ساده و هم جای گذشته نقلی پس ما فقط یه گذشته در زبان فرانسه در محاوره داریم پس کمپوزه یا در واقع زمان گذشته نقلی چجوری ساخته میشه؟ به این شکل فرمولش اینه صرف فعل داشتن به اضافه اسم مفعول فعل اصلیمون جو پارل من صحبت میکنم حالا میخوایم بگیم من صحبت کردم فعل اووار میشه ج من دارم ج به اضافه اسم مفعول فعل پارله که اسم مفعول فعل پارله میشه پارلهی که اغ رو برداشتیم آخرش یه دونه اکسانتگو گذاشتیم خب اسم مفعول چجوری ساخته میشه؟ اسم مفعول بچه ها افعال گروه اول که به ا ختم میشن و افعال با قاعدن برای اینکه اسم مفعولشون رو بسازیم دقت بکنید به جمله‌ای که سهیلا تایپ کرد ژ پغله یعنی من صحبت کردم ژ پغله فعل داشتن ژ من دارم به اضافه پغله اسم مفعول فعل صحبت کردن ژ پغله یعنی من صحبت کردم یا من صحبت کردم اوکی چجوری اسم مفعول ساخته میشه؟ اسم مفعول رو در زبان فرانسه میگن پختیسی پسه اسم مفعول یا وجه وصفی گذشته هم در واقع گرامر بهش میگن گرامر فارسی پختیسی پسه اسم مفعول فعل چجوری ساخته میشه؟ افعال گروه اول راحته نشانه مصدری یعنی اوق آخر رو بردارید یه دونه او اکسانتگو بذارید میشه در واقع اسم مفعولتون بنابراین تلفظ یکیه فعل پغله به معنی صحبت کردن اسم مفعولش میشه پغله تلفظ یکیه فقط نوشتن فرق میکنه ژ پغله من صحبت کردم تو ا پغله تو صحبت کردی ایل ا پغله ال پغله نوز اون پغله ووز اوه پغله ایزون پغله صحبت کردم یا مثلا خب بقیه افعال چجوری اسم مفعولشون درست میشه بقیه افعال یه سری قواعد خاصی براشون وجود داره تو دستبندی هایی که میکنیم حالا افعال گروه دوم چجوریان افعالی که مثل فعل فینیق صرف میشن چجوریان ولی به طور کلی حفظیه مثلا فعل فینیق رو نگاه بکنید اسم مفعولش میشه فینی فینیق اسم مفعولش میشه فینی F-E-N-E ژ فینی من تموم کردم
Je finis de travailler. من کار کردم و تموم کردم. اوکی؟ یا مثلا فعل boire نوشیدن، اسم مفعولش میشه bu. Bu. Boire اسم مفعولش میشه bu. باید حفظ بشی. Je bu de l'eau. من یه مقداری آب نوشیدم. Je bu du café. یه مقداری قهوه خوردم، قهوه نوشیدم. اوکی؟ پس اینو به این قضیه دقت داشته باشی. حالا پس کمپوزی چجوری سوالی میشه؟ ما توی سوالی در زبان فرانسه در حالت در واقع فرملش، در حالت رسمی ترش میگیم جای فعل و فاعل عوض میشه. یادتون باشه بچه ها، وقتی که جملتون فعلتون جملتون شد پس کمپوزه، فعلتون دیگه اون فعل اصلیه نیست، فعل اووق فعل حساب میشه، چون داره صرف میشه. ژ پارله، تو پارله، ایلا پارله، الا پارله، نو زابون پارله، وو زابون پارله، ایلز اون پارله. فعل داشتنه که داره صرف میشه. ژ تو ایلا الا نو زابون وو زابون ایلز اون ایلز اون. پارله که ثابته، پارله اصلا اسم مفعوله. اینجا دیگه پارله فعل نیست. در واقع فعل شما فعل داشتنتونه. اوکی؟ بنابراین وقتی میگیم برای سوالی کردن جای فعل و فاعل عوض میشه، وقتی میگیم ژ پارله، جای جو و ا باید عوض بشه، در واقع میشه اج. یا مثل اینجا ژ بو، من نوشیدم، جای جو و ا عوض میشه، میشه اج، اج بو. منتها اینجوری استفاده نمیشه بچه‌ها تو زبان فرانسه، در محاوره اینطوری استفاده نمیکنن، یا با اسکو سوالی میکنن یا لحن عوض میکنن. پس کمپوزه بچه‌ها توی محاوره شما نمیشنوید، که به جز یه سری جملات خاص که دیگه افتاده توی زبون و محاوره استفاده میشه، اصلا توی پس کمپوزه گذشته جای فعل و فاعل برای سوالی کردن عوض نمیشه. مثلا میگیم ژ مانژ دو کرواسان، یعنی من یه تعدادی کرواسان خوردم. سوالش میخوایم بکنیم میگیم که اسکو تو ا مانژ، اسکو تو ا مانژ دو کرواسان، یا تو ا مانژ دو کرواسان، کرواسان خوردی، یه چند تا کرواسان خوردی. اوکی، پس دقت به این قضیه داشته باشید. راجع به منفی کردنش بچه ها، چون اینجا نیاورده توضیح نمیدم، چون تایممون میره بچه ها، من میخواستم به دیالوگ هم برسم. فقط سری میگم، همونطور که گفتم توی پس کمپوزه فعلمون فعل اووار، پس وقتی هم میخواییم معنی منفی کنیم، نو و پا دو طرف فعل میاد دیگه، پس دو طرف فعل اووار میاد. وقتی میگیم ایل ا پغله، او صحبت کرد، میخوایم بگیم او صحبت نکرد، میشه ایل نو ا پا، که میشه ایل نپا، ایل نپا پارله، صحبت نکرد. ژ پارله، ژو نپا پارله، تو نپا پارله، ایل نپا پارله، ال نپا پارله، نو ناوون پا پارله، ما صحبت نکردیم، وو ناو پا پارله، ایل نو پا پارله، ال نو پا پارله. پس دقت بکنید که فعل داشتنه که منفی میشه. کلا بچا تو پس کمپوزه ها، تو پس کمپوزه ها و به طور کلی افعال کمپوزه که ترکیبیان، هر بلایی میخواد سر فعل بیارید، سر فعل اووق باید بیارید. اینو یادتون باشه. حالا اینجا پختیسی پساری تعدادش رو توضیح داده. مثلا افعالی که خب گروه اولا رو گفتم، همه ار نشانه مستری رو برمیداریم، او اکسانت گو میذاریم. یه سری در واقع افعالی که در واقع به ای ختم میشن، مثل فینیر که میشه فینی، سروی، شوازی، در واقع پاندر میشه پری. J'ai pris mon petit déjeuner. صبحانه‌مو خوردم. J'ai pris. Je prends. من می‌خورم. J'ai pris. من خوردم. Comprendre. Compris. میشه اسم مفعولش. Conduire. Conduit. و interview. الاخر. یه سری هستن که به او ختم میشن، مثل entendu. Entendre. میشه entendu. یا voir مثلا میشه vu. Je vois. من می‌بینم. J'ai vu. یعنی من دیدم. Lire. خواندن میشه lu. اسم مفعولش. جولیم ان لیور، من یک کتاب بخونم. جی لو ان لیور، من یک کتاب خوندم. بوار میشه بو، کنتر میشه کنو، اسم مفعول فعل کنتر. فعل فر دقت بکنید، فعل فر اسم مفعولش میشه ف، اف ا ای ت، فر میشه ف. جی ف، من انجام دادم. جو ف انجام میدم، جی ف تلفظش یکی دقت بکنید، من انجام دادم. در واقع اسم مفعول فعل فر شبیه صرف سوم شخص مفردش در زمان حال ساده است، ظاهرش. بچه ها من دیگه خب فکر کنم نکات گرامری رو، من دلست نکات رو بگم چون نکاتش خیلی مهم بود، نکات گرامری رو کامل همه رو براتون گفتم. باز من یه ویدیوی خیلی مفصل دارم راجع به آرتیکل های پارتیتیف، نزدیک نیم ساعت ویدیوه، البته فکر کنم همین الانش هم من نیم ساعت راجع به پارتیتیف ها صحبت کردم. اینو پس فردا یا سه روز آینده، چون ادیتش تقریبا تموم شده، منتها یکم طولانیه، انشالله توی
کانال یوتیوب براتون میذارم، حتما اون رو هم نگاه بکنید. فکر میکنم دیگه نکته نموده. برای هفته آینده درس دو رو انجام میدید تا ما شنبه انشالله اشکالاتتون رو برطرف کنیم. هفته آینده من الان دیالوگا رو تا وقت داریم میخونم براتون، رو نمیخوام خدافظی کنم. صفحه 72 تا پایان صفحه 77 رو که میشه درس دوی یونیت 4، تکرار میکنم، درس دوی یونیت 4 از صفحه 72 تا پایان صفحه 77 رو تو این هفته انجام میدید تا من شنبه براتون رفع اشکال انجام بدم. خب بریم دیالوگا رو من سریع بچه‌ها براتون بخونم. اوکی. خب اول بریم دیالوگ قسمت اول درسمون که خود متن دیالوگ میشه صفحه 116. صفحه 116 که در واقع دوکومان آن پژ 66، صفحه 66 خود درس هست. دیالوگش، متن دیالوگ صفحه 116. Le garçon un peu sec. از درس افعال دو ضمیر کجا میشه سوال پرسید؟ متوجه نمیشم کجا میشه سوال پرسید. سوالات اشکالات گرامریتون رو میگید. من یه ویدیو دارم تهیه میکنم برای افعال دو ضمیر، خیلی بحثش مفصله. انشالله در آینده یک ویدیو براتون، ویدیو آماده شد حتما این رو میگذارم براتون توی کانال. خب برید دیالوگا رو بخونید. من 10 دقیقه وقت دارم. واو. اوکی. میخونم سریع براتون. اسم کتاب کمپانسیون اوغل، اینجا تایپ کردم این زیر. کمپانسیون اوغل جلد 1. اوکی. Très bien. Je crois que nous allons faire du bon travail ensemble. اینجا در واقع ظاهرا دو نفر هستن که اومدن توی یه رستورانی و حالا یه جورایی شاید قرار کاریه بین خودشون داره. در واقع این آقا داره به طرف مقابلش میگه که خیلی خوبه، من فکر میکنم که در واقع با هم دیگه میتونیم خیلی خوب کار بکنیم. گارسون میاد میگه بونجور مسیو دام، سلام خانم آقایون. در واقع آقا میگه که اینجا ظاهرن دو تا آقا هست، یه آقای جوانی آقای مسنتر و یک خانم جوان هست ظاهرن. خب میگه که کسکو بو پونه، یعنی چی میخورید، رستوران هست. آقا میگه که اما جفا دونه ما ام پوتی دژونه کمپله avec du jus d'orange et du café s'il vous plaît. میگه من گشنمه، j'ai faim. من گشنمه. صبحانه کامل میخوام. صبحانه کامل بدید با jus d'orange. دقت بکنید jus d'orange à پرتقال مذکر، پس du jus d'orange. آرتیکل پارتیتیو دو استفاده میکنیم، غیر قابل شمارش هست. et du café و یه مقداری قهوه s'il vous plaît. گارسون پرسه که vous préférez du pain ou des croissants. شما در واقع نون رو ترجیح میدید یا کرواسان رو ترجیح میدید؟ میگه که دو پان avec de la confiture et du beurre. میگه یه مقدار نون میخوام با یه مقداری مربا و کره، یه مقداری کره. میگه که اوو مادمازل و شما دوشیزه، که جواب میده که je voudrais un café s'il vous plaît، یعنی من یک مقداری قهوه میخوام لطفا. مادمازل pour bien travailler il faut bien déjeuner le matin. یا خانم دوشیزه، واسه خوب کار کردن در واقع باید خوبم صبحانه بخورید. دقت بکنید دو تا بیان استفاده کرده. چرا بیان استفاده کرده؟ به خاطر اینکه در واقع قیده، داره اولی travailler رو توصیف میکنه، دومیه داره déjeuner رو توصیف میکنه. pour bien travailler، واسه خوب کار کردن. و دقت بکنید وقتی که دوتا فعل داریم مثل il faut déjeuner، باید صبحانه خورد، il faut déjeuner، قید اون کجا میاد؟ بین دوتا فعل. il faut bien déjeuner، il faut bien déjeuner، این بیان بین دوتا فعل میاد. il faut bien déjeuner le matin. je sais bien، خوب میدونم، باز ببینید بیان قیده. mais le matin je n'ai pas faim، میدونم، خوب میدونم، ولی خب من صبح گشنه نیستم. اوو موسیو و شما آقا، اون یکی آقا میگه که دونه ما اوسی ام پوتی دژونه کمپله اوک دو ته ای دزو، میگه به منم در واقع یه صبحانه کامل با در واقع یک مقداری چای و چند تا تخم مرغ. باز او یا اف، تخم مرغ یادتون باشه که در واقع در زبان فرانسه قابل شمارشه. دزو دزو
و فراموش نکنید تخم مرغ وقتی جمع بسته میشه افش خونده نمیشه، دزوف نمیکنیم، دزو یعنی تعدادی تخم مرغ. میگه انو مسیو نو نو سرون پا دو لو ماتان، میگه نه آقا ما در واقع سوپا تخم مرغ سر نمی کنیم. نو نو سمپا آن آنگلوتر، انگلیس که ما نیستیم که یه مقداری گارسانش بد اخلاق، تو انگلیس سوپانه میخورن برای سوپانه، تخم مرغ میخورن برای سوپانه، فرانسوی ها کمتر. الور دونه موا ام پوتی پان او شکولا، پان او شکولا، میگه پس یه نون کوچیک شکلاتی بهم بدید. میگه جو سوی دزوله نون اون پا دو پان و شکلات، میگه متاسفم نون شکلاتی ما نداریم. لی کواسان سنبون، میگه کرواسان ها خوبن، دقت بکنید سنبون، چرا میگه سنبون نمیگه سنبیان؟ طبق همون نکته که بهتون گفتم داره راجب طعم صحبت میکنه، بنابراین میگیم لی کواسان سنبون، کرواسان هاتون خوبن. میگه بیان سور موسیو، البته آقا. الور جو و پرندر کرواسان، بنابراین من یه دونه کرواسان میخورم. و ووله دوله، شیرم میخورید، یه مقدار شیر میخورید. میگه نو مرسی جو بوا پا دوله، جمله منفی شد، گفتیم جمله منفی آرتیکل های پارتیتیف هرچی باشن به دو تبدیل میشه. جو ووز اپورت توسا، همه شو براتون میارم. پا تریز امابل سو گارسون، اون آقای بعد از اینکه گارسون میره میگه این گارسون خیلی هم آدم باحال و دوست داشتنی نبود، اخلاق نداشت، اعصاب نداشت. داکیومنت بعدی، دوکومنت دو پج 68، صفحه 68 که در واقع میشه باز خود دیالوگ صفحه 116 است. بله ذخیره میشه، یعنی امیدوارم من بتونم ذخیره بکنم. تا حالاش که دو هفته است که با مشکل برخورد کردیم، ولی هر جوری بوده ذخیرهش کردیم، انشالله که ذخیره میشه. دوکومنت دو میگه که صفحه 116، داکیومنت دوم، tu veux encore de la salade Félix il en reste، میگه Félix هنوز سالاد میخوای؟ دو لا سالاد، دو لا سالاد، دقت میکنی سالاد، میگه il en reste ازش مونده. اوکی این آن برمیگرده به چی؟ به دو لا سالاد. گفتیم وقتی میخوایم جایگزین یک اسم با یک آرتیکل پارتیتیو ضمیر جایگزین میکنیم، اون ضمیر چه خواهد بود؟ ضمیر آن، il en reste ازش مونده. Avec plaisir, j'adore la salade de champignons. میگه با کمال میل من عاشق سالاد چیم؟ سالاد قارچم. دقت بکنید. j'adore la. گفتیم از فعل های aimer, adorer, préférer و در واقع دتسته که استفاده بکنیم، حتما باید حرف تعریف مایم بیاریم. جد نمیگه j'adore de la salade. اونجا میگه je veux، اونجا میگه tu veux de la salade، ولی اینجا میگه j'adore la salade. چرا؟ چون از این چهار تا فعل که استفاده بکنیم حرف تعریف معین میگه سالاد قارچ دوست دارم. bon je vais chercher le deuxième plat، میگه اوکی میرم در واقع بشقاب دوم رو بیارم. اینجا chercher یعنی میرم بیارم. Félix میگه که on mange bien chez Mélanie. on mange bien یعنی در واقع منظورش اینه که ملانی غذاش خیلی خوبه، اینجا خوب میخوریم یعنی که غذاش خوبه، حال میده به همون وقتی غذا میخوریم، تو بحث غذا به همون حال میده، میچسبه، در واقع معنیش اینه اون مانج بیان شه ملانی، یا غذا خوردن کیف میده، خونه ملانی غذا خوردن کیف میده. میگه سبغه ال کویزین تخه بیان، میگه درسته خیلی خوب آشپزی میکنه. چرا میگه بیان نمیگه بوم؟ چون داره فعل کویزینه رو توصیف میکنه. پس qu'est-ce que tu nous apportes Mélanie؟ ça sent bon. میگه چی برامون آوردی ملانی؟ خوشبوش خوبه. ça sent bon. همونطور که گفتم اینجا برای بو بون استفاده میشه. میگه ça c'est une recette de ma grand-mère, c'est du poulet aux herbes de Provence. میگه در واقع رسیت یعنی دستور غذایی. میگه این در واقع یکی از غذاهای مادربزرگمه، مادربزرگمه. پوله اوزرب، خود ارب گیاه میده، در واقع اون مرغی که معمولا اگه توی اینترنت بزنید پوله اوزرب شکلش رو احتمالا براتون میاره، مرغی که معمولا به صورت درسته بریون میشه یا پخته میشه و کنارش سبزیجات و به قول من گیاهای مختلف، حالا مثل قاش، مثل حالا سبزیجات استفاده میشه، مربوط به پروانس. میگه آج کنه تو مد tu mets des tomates, des oignons, des carottes.
میگه تو توش در واقع گوجه میریزی و پیاز میریزی و هویج میریزی و ببینید تومه باز برای فعل متخیلی که خب ما قاعدتا اینجا همش آرتیکل های پارتیتیب استفاده میشه و برای همش هم ده برای میوه ها ده استفاده میشه. یه چند تا گوجه، ده تومت، ده زونیوم، چند تا پیاز، ده کهوت، چند تا هویج. نو 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 ده کهوت ایلیا نپا. میگه نه 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 هویج ازش نیست، ایلیا نپا. این آن برمیگرده به ده کهوت. ده کهوت و در واقع میگه که می جومه ده کورژت، جومه ده کورژت، ولی من کورژت استفاده میکنم یعنی کدو. کورژت یعنی کدو، کورژت. بله ببینید اینجا که میگه ارب دو پروانس، ببینید این مرغ طعمدار میشه. میگید ادویه، نه اینکه یه ادویه خاصی باشه، مرغ طعمدار میشه با یه سری بیشتر سبزیجات، بیشتر با سبزیجات. حالا به خاطر همینه که میگن در واقع پول اوزر دو پروانس، چون حتما توش سبزیجات و به قول معروف بگیم علفیجات، حالا گیاه و اینا توش استفاده میشه، به خاطر همینه. اون طعمدار کردنش، اون ادویه که شما میگید، بله بخواد بیشتر به خاطر اون گیاهانیه که اون سبزیجاتی که در واقع اطرافش ریخته میشه و گذاشته میشه. کسکیل یا دوتر دزولیف نوار، میگه دیگه چی وجود داره؟ کسکیل یا دوتر دیگه چی وجود داره؟ زیتون سیاه؟ میگه نو ایلیا نپا، میگه نه از اون نیست. دزولی وختالور، میگه در واقع زیتون سبز پس، میگه وی بله. دووان روژ، یه مقداری هم شراب قرمز، میگه م پا دو تو. ایلیا دووان بلان، میگه نه اصلا ابدا، پا دو تو یعنی ابدا. میگه در واقع شراب سفید توش هست. دو وان، وان در واقع مذکره، دو وان. اله گوته، یالا بچشید. اله اینجا اله معنیه در واقع کاما، یالا بچشید. ستخه بوم، میبینید باز اینجا داره راجع به طعم صحبت میکنه، میگه ستخه بوم. بچه ها 27 ثانیه دیگه من بیشتر وقت ندارم، مجبورم در واقع لایو رو اینجا تموم بکنم. ببخشید من نرسیدم به دیالوگ بعدی، من شرمندم ازتون. مرسی ازتون که با من بودید. فراموش نکنید من تمام متریال ها رو میذارم توی کانال تلگرام، فایل های صوتی رو برای دانلود. مرسی از اینکه توی لایو شرکت کردید. 6 5 4 3 2 1 دوستتون دارم، میبوسمتون. خداحافظ.